اجازه بدید که من برم الان در این فرصت نگاه میکنم. شما ببینید این کلاه بر سر ملت گذاشتن، آقا حدی دارید؟ چه میزان اینا هوش ما رو به بازی گرفتن، ما رو اصلا جز آدم حساب نکردن این آخوندها. ملاحظه بفرمایید، من این رو قانون اساسی جمهوری اسلام فصل 5 حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن، اصل 58. خب حاکمیت مطلق بر جهان انسان از آن خداست، یعنی خدا یعنی همون الله مدینه، همون دوزه، و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی هیچ حاکم ساخته است. هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت قانون اساسی که اسم خدا درش آمد باید انداخت تو زباله، همونجا تا گفت خدا بذاشت تو زباله. این داستان آدم است و قانون نویسی برای آدم. اگر یه قانون اساسی باید کردی خدا توشی بذاشت تو زباله. خدا مطلب فردی است، مطلب عمومی و سیاسی نیست. خب حالا اینو گفته که جای علی آقا رو باز کنه اینجا. حالا ملاحظه فرمایید، هیچ کس نمی‌دونه حق الهی را از انسان سلب کنه یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاص قرار دهد. بله و ملت این حق خداداد را بله از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال بکند. این حقش رو ملت از طرق دیگر، آقا از چه طریقی؟ ملت از طریق ملت حقش رو باید اعمال کنه. حالا طرق از اون طرق یه طریق رو براتون میخونم. اصل 57 قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتن قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت ایمان میگردن. تموم شد، دو تا خدا از زیر سایه اون الله دوست از سبت که یکی دیگه در آمد، ولایت مطلقه امر. تو که داشتی میگفتی آقا حق ملته که آقا هیچ که نمیتونه حق ازشون بگیری، بلا فاصله گرفت. این رژیم جز سرنگونی کامل، یعنی از ابتدا تا انتهاش، یعنی اگر یک زمانی برسد که یک آخوند در سر تا سر مملکت، یک آخوند نه دوتا، یک آخوند عمامه به سر در یک جایی کوچکترین قدرت، یعنی قدرت کفش برداری داشته باشه، اون ملت مملکت درست بشه. شما فکر میکنید که مثلا اروپایی ها نمیفهمیدن؟ ما میفهمیم، ما میفهمیدیم، پس کوس کجا رفت این نتایج فهم ما؟ چه کردیم در این دنیا؟ آمدن گفتن آقا این داستان دین و مذهب با همه جنایتی که کرده ما به اون پیشنهاد ولتر عمل نمی کنیم، که گفت این کلیشه از شما بسیار شنیدیم که ما به آزادی نمی رسیم مگر این که آخرین آجر آخرین کلیسا رو بر فرق آخرین کشیش خورد کنیم. گفتن نه آقا جان این درست نیست، این با اصول آزادی این مغایرت داره، ما اینها رو دستشون رو میگیریم به آرامی میذاریمشون در این کلیسا کار خودشون رو بکنن، هر کس هم میخواد به اینا رجوع کنه، هر پولی هم میخواد به اینا بدن به ما مربوط است، اما اجازه نمیدهیم بر مقدرات ملت اینا حاکم بشه. راه درستش این بوده. اگر که میبینید یک کشور کوچکی مثل آلمان به این مقام رسیده، یک جزیره فینگلی به قول از که عوام به اینجا رسیده، یا این کشور آمریکا با 300 میلیون جمعیت 200 سال سابقه بزرگترین قدرت جهان است، بر پایه کنار زدن آخوند بوده و به آزادی رسیدن.